گلاسیا سلام، امروز براتون یکی دیگه از خفن‌ترین فیلم‌های هالیوود رو آوردم به اسم پرج یا پاکسازی که محصول سال 2013ه. حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه، بدونید که این فیلم یکی از بهترین‌های ژانر تریلر حساب میشه و دو نسخه دیگه هم داره. این فیلم پیشنهاد یکی از دوستانمون به نام ایران تهران 7202 قرار گرفته. اگه پیشنهادی دارید بنویسید، توی ویدیوهای بعدی استفاده میشه، اسمتون هم میگم. بریم که با هم ببینیمش و حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه. با شروع فیلم تعدادی سکانس از مراسمی توی آمریکا میبینیم که طی اون به مدت 12 ساعت همه قانونا برجسته میشن و هر کس هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. مشخصه که این سکانس ها همشون درگیری ها و قتل های وحشیانه رو به نمایش میذارن و میفهمیم توی این 12 ساعت چقدر اوضاع به هم میریزه. این اتفاق از سال 2014 که سیستم دولت آمریکا به خاطر بحران های اقتصادی نابود شده شروع میشه. از سال 2014 تا حالا سیستمی به نام MFFA یا پدران بنیانگذار جدید آمریکا کنترل همه چیزو به دست گرفته. این سیستم و رئیس اصلیش مسئول به وجود آوردن این مراسم سالیانه به اسم پرج یا پاکسازی هستن. میایم به زمان حال، سال 2022. از سال 2014 و مشکلات بسیار زیادی که تو روز مراسم پرج به وجود میاد، حالا کلی شرکت برای ارائه سیستم امنیتی برای مراقبت از مردم توی روز پاکسازی به وجود اومدن و به روایتی بیکاری توی آمریکا به صفر رسیده. توی کل سال هم هیچ جرم و جنایتی رخ نمیده و کلا اوضاع کشور به بهترین شکل رسیده، چون همه مردم همه کارهای کثیفشون رو برای این مراسم نگه میدارن. با مردی به نام جیمز آشنا میشیم که به خونه خفن خودش میره. توی راه هم کلی آدم میبینه که جلوی در خونهشون یه گلدون آبی میذارن، گلدونی که نماد روز پرج یا پاکسازی و مشخص همه مردم به شدت از این روز راضیان و مثل یه سنت بهش افتخار میکنن. وقتی به خونه میرسه میبینیم خودش هم دست گل آبی خرید و پیش زن و بچهش میره که قصد دارن امسال این مراسمو کنار هم توی خونه کاملا امنشون بگذرونن، مراسمی که زمانش امشبه. اسم همسر جیمز ماریه، دو تا بچه‌هاش هم به نام‌های زویی و چارلی هستن و دوست پسر زویی یعنی هانری هم توی خونه‌شونه. هانری که میدونه بابای دوست دخترش ازش خوشش نمیاد از پنجره فرار میکنه و در حین این کار همسایه اونا رو میبینیم که در حال آماده سازی یه سلاح بزرگ برای امشبه. همینطور ماری رو میبینیم که گلایی که همسرش خریده رو دم در میذاره و همسایه‌اش میاد سمتش تا برای دادن یه سری شیرینی تازه به ماری بابت برنامه امشبشون صحبت کنه. ماری هم کلا بهش محل نمیذاره و برمیگرده خونه. میفهمیم از یک ساعت دیگه تمام محلش به خاطر تدابیر امنیتی قرار بسته بشه و نباید دیگه از خونه خارج شن. پسر این خانواده چارلی رو هم در حال بازی با یه ربات میبینیم. سکانس بعد این خانواده شام میخورن و به اتاق دیگه میرن که برای امشب آماده شن. جیمز تلویزیون اتاق رو روشن میکنه که مشخص میشه کلی دوربین دور تا دور خونه قرار داره که همه چیزو ببینه. بعد دکمه ای رو میزنه که دور تا دور خونه کلی در آهنی فعال میشن و راه اومدن به خونه رو کامل میبندن. بعدم یه تفنگ از گاف صندوقش برمیداره و حالا که کاملا برای زنده موندن حاضره، کنار هم میشینن تا از تلویزیون این مراسم رو دنبال کنن. توی تلویزیون شروع رسمی روز پاکسازی اعلام میشه و مینویسه که همه جرم‌ها آزادن غیر از سلام زدن به سیاستمدارایی که از درجه 10 به بالا هستن. تمام خدمات پلیس، آتش‌نشانی، بیمارستان هم طی 12 ساعت بعد غیر فعالن و همه تفنگ از رنگ 4 به پایین قابل استفاده است. صدای آژیر شنیده میشه و این یعنی شروع ترسناک‌ترین روز آمریکا. جیمز که میبینه بچه‌هاش ترسیدن بهشون میگه ما پولداریم اونجا سالم میمونیم، اما زویی بی‌توجه به حرفای باباش میره تو اتاقش. پسر خانواده یعنی چارلی هم شروع به صحبت از مخالفتش با این مراسم میکنه، اما پدر بهش میگه این روز لازمه چون باعث میشه کلی اتفاق خوب توی آمریکا بیفته و مردم خودشونو خالی کنن. پسر هم عصبانی از این قضیه میره اتاقش که زویی رو میبینه. توی اتاق خواب زویی صدای شنیده میشه. یه دفعه دوست پسرش هانری رو میبینه که از قبل توی خونه‌شون قایم شده تا امشب با هم بگذرونن. هانری به زویی میگه امشب میخوام با پدرت راجع به رابطه‌مون صحبت کنم و خوبیش اینه که نمیتونه منو از خونه بندازه بیرون چون همه جا قفله. با اینکه زویی خیلی مخالف این قضیه است، هانری به تصمیمش مصممه. این در حالیه که بقیه اعضای خانواده پی کار خودشونن و چارلی هم داره با ربات وحشتناکش بازی میکنه. وقتی این ربات به اتاق امنیتی که باباش درست کرده میرسه، اتفاق دوربینای امنیتی رو میبینه و متوجه یه پسری میشه که بعد از فرار کردن از چند نفر جلوی خونهشون وامیسته. چارلی با استرس می دوید تو اتاق امنیتی تا خودش دوربینا رو چک کنه و متوجه التماسای این پسر جلوی در خونه میشه تا اونو به داخل راه بدن. چارلی دلش میسوزه و سیستم امنیتی رو غیر فعال میکنه و این در حالیه که هانری به اتاق پدر و مادر میره تا باهاشون صحبت کنه. قبل اینکه بره تو، پدر میبینه که متوجه غیر فعال شدن سیستم میشه و سری اونا رو فعال میکنه، اما قبل از بسته شدن دوباره درو پسری که بیرون بود میپره داخل. جیمز و همسرش میرن به ورودی خونه و همزمان با چارلی به اونجا میرسن. پسر جدیدم همونجاست، ولی قبل اینکه بتونن باهاش آشنا شن هانری سر میرسه. اون بدون هیچ صحبتی یه دفعه اسلحه‌اش رو روی جیمز میکشه و میفهمیم برنامه اون برای راضی کردن بابای دوست دخترش کشتن اونه. جیمز سری اسلحه خودش رو هم در میاره و وسط این تیراندازیا این هانریه که بهش شلیک میشه. زویی با دیدن تیر خوردن دوست پسرش فکر میکنه همه چیز زیر سر پدرش و با عصب
عصبانیت هانری رو به اتاق میبره تا زخمش رو درمان کنه. جیمز هم متوجه میشه پسری که تازه به داخل اومده بود گم شده و یعنی به جای خونه مخفیه. برای همین هم سری همسر و پسر خودش رو به اتاق میبره تا امن باشن و تنهایی میاد بیرون تا دنبال بقیه بگرده. تو اتاق زوی متوجه بدن بیجون هانری میشه و وقتی میره تا از مردنش مطمئن شه پسر غریبه رو پشت سرش میبینیم که جیمز متوجهش نمیشه و خیلی نگران چون از دخترش خبری نیست. تو اتاق امن خونه چارلی دوباره میره جلوی دوربین و وقتی متوجه یه سری غریبه با ماسک روبروی خونهشون میشه سری پدر و مادرش رو صدا میکنه. وقتی حسرتاشون جلوی تلویزیونن یکی از افراد ماسکدار که انگار رهبر بقیهشون شروع به صحبت میکنه. اون میگه ما چند نفر رو هدف کشتن قرار دادیم که یکیشون فرار کرده و همسایه‌تون گفت به خونه شما اومده. اگه اونو بفرستید بیرون تا بکشیمش هیچی، وگرنه یه راه نفوذ به داخل بلدیم و اون موقع یکی یکیتون رو میکشیم. بعد تمام شدن این حرفا یه دفعه همه برقای داخل خونه قطع میشن. جیمز که خیلی ترسیده میگه باید سریع اون مرد رو پیدا کنیم و بندازیمش بیرون، اما پسر چارلی کاملا مخالف این قضیه است. با این حال پدر و مادر شروع به گشتن میکنن. چارلی هم این کارو با رباتش انجام میده که همین ربات غریبه رو پیدا میکنه. چارلی با خاموش روشن کردن چراغای ربات به مرد آمار میده دنبالش بیاد و بعد بردن اون به اتاق خواب خودش مرد رو توی کمد قایم میکنه. اونم مقابل ربات کلی تشکر میکنه و همین لحظه است که رهبر گروه وحشی جلوی در خونه میاد و با صدای بلند جیمز رو صدا میزنه. جیمز با وحشت میگه به خدا ما نمیخوایم اونو نجات بدیم و داریم دنبالش میگردیم. مرد وحشی هم برای نشون دادن قدرت خودش یکی از افرادش جلوی چشم جیمز میکشه و میگه زیاد وقت نداری چون لوازممون برای شکستن در خونتون داره میرسه. جیمز هم که وحشتش خیلی بیشتر شده دوباره شروع به گشتن دنبال مرد میکنه. یه دفعه به اتاق پسرش میرسه و اینجا متوجه مردی که قایم شده بود میشه، ولی دیره چون این مرد با اسلحه‌ای که دستشه زوی رو گروگان میگیره. وسط تهدیدهای این دو نفر یه دفعه مادر سر میرسه و با حمله از پشت مرد رو زمین میزنه و دعوایی بینشون شکل میگیره که جیمز با اسلحه‌اش یه شلیک به شکم مرد میکنه. بعد دست و پاشو میبندن، اما غریبه که انگار هیچی برای از دست دادن نداره بازم شروع به مبارزه میکنه که جیمز با انگوله کردن زخم روی شکمش باعث ترسیدن و ساکت شدنش میشه. چارلی هم به اتاق اومده و همه این وحشی بازی پدرش رو به چشم میبینه. حالا این غریبه رو آماده تحویل دادن به گروه وحشی ها کردن، اما بحثی بین ماری، جیمز، زوی و چارلی شکل میگیره. چارلی همه سعیش رو میکنه و در آخر به پدرش میفهمونه که اگه این کارو انجام بدن اونا هیچ فرقی با قاتلای روانی بیرون خونه ندارن. پدرم ناچار و خسته از همه چی یه گوشه میشینه که خود مرد غریبه میگه من میرم بیرون تا خانواده‌ت رو نجات بدی. جیمز با شنیدن این حرف تصمیمش رو میگیره و به همسرش میگه ما باید با اونا که بیرونن مبارزه کنیم تا خودمون رو نجات بدیم. همینجاست که صدای بلندی شنیده میشه و میفهمن دستگاه این گروه برای شکوندن در آماده شده. اونا زنجیری به در میبندن و بعد چند لحظه موفق به شکوندن اولین ورودی میشن. پدر با وحشت میاد و یه اسلحه به پسرش میده و بهش میگه برو توی زیر زمین. زوی هم از ترس زیر تخت اتاق خودش قایم میشه و جیمز سری خودش رو برای دفاع آماده میکنه. برای همینم هم یادش میاد که حداقل دست و پای غریبه رو باز کنه که اونم کمکی برسونه. اما این مرد خودش دست به کار میشه تا خودش رو آزاد کنه. یکی از وحشی‌ها میاد تو با باز کردن در اصلی بقیه هم میان. وحشت شروع میشه در حالی که یکی از اونا به زیر زمین میره و خیلی سری چارلی رو پیدا میکنه. بعد یه مبارزه کوتاه چارلی به زمین میفته و مرد اسلحه‌اش رو روی سرش میکشه، اما قبل شلیک جیمز سر میرسه و اونو همونجا میکشه. بازم این تنش ادامه داره که جیمز موفق میشه دو نفر دیگر رو هم بکشه، اما یه نفر رهبرشون بهش حمله میکنه و با ضرب چاقو اونو زمین میندازه. جیمز داره جون میده که این مرد روانی پیشونیش رو میبوسه و بهش میگه مرسی واسه چیزایی که برامون گذاشتی. بقیه اعضای گروه میبینیم که شروع به نابود کردن همه چیز خونه میکنن. چارلی رو میبینیم که تو اتاق امن قایم شده و از دوربین امنیتی متوجه دو نفر میشه که به سمت روانیای بیرون خونه میان و یه دفعه هر کی بیرون رو میکشن. با کمی دقت میفهمه این دو نفر همون همسایه بغلشون هستن و کم کم همه همسایه های دیگه سر میرسن. اونا اومدن تا این خانواده رو نجات بدن. مادر خانواده رو میبینه که دو تا از وحشی ها موفق میشن گیرش بندازن. یکیشون قمه دستشو میبره بالا ولی قبل ضربه به سرش شلیک میشه و همسایه ها رو میبینیم که هر دو تایی اونا رو میکشن. ماری سری بلند میشه و میدوه سمت همسرش رو نجاتش بده که باز رئیس گروه سر میرسه. شاتگانش نشونه میگیره و دوباره میگه بابت فداکاری که میکنید ممنونیم، اما بازم دختر خانواده یعنی زوی میاد. این بار اسلحه دستش رو موفق میشه بدون هیچ رحمی به این رهبر عوضی شلیک کنه و بکشتش. حالا مادر و دختر پدرشون توی بغل میگیرن در حالی که امی میره و همسایه بغلشون هم میاد پیششون. چارلی هم سر میرسه و اینجاست که زن همسایه لبخندش رو به خشم تبدیل میکنه و میفهمیم هر دوشون قصد دارن بقیه اعضای خانواده رو به دست خودشون بکشن. اونم فقط به خاطر حسادتشون به وضع مالی پدر و عشقی که بین
خانواده است. این دو جنازه پدر میبرن این اتاق دیگه و شروع به بستن دست و پای بقیه میکنن. بقیه همسایه هم میان و میفهمیم همشون این قصد دارن و حالا با گرفتن دست هم دیگه شروع به مراسمی مثل دعا خوندن دور این خانواده میکنن. اونا جملاتی میگن مثل تشکر از پدران جدید آمریکا به خاطر این مراسم و متوجه میشیم قصدشون از این کار یه جور قربانی برای هدف بالاتره. همینطور میگن همشون به این خانواده حسودی میکردن و بعد دیدن وحشی‌ها بیرون خونه تصمیم گرفتن از این فرصت استفاده کنن. اینجاست که یه دفعه مرد غریبه پیداش میشه و با اسلحه یکی از همسایه‌ها رو میکشه و زن همسایه بغلی رو گروگان میگیره. حالا میتونه هر چهار نفر دیگر رو به راحتی بکشه اما مادر خانواده یعنی ماری جلوشو میگیره. اون میگه دیگه از این اوضاع وحشیگری خسته شدم و فقط باید همتون تا ساعت 7 صبح و پایان این مراسم اینجا بمونید. سکانس بعد همشون رو میبینیم که دور میز ناهارخوری میشینن. مرد غریبه هم اسلحه‌ش روی همسایه‌ها گرفت تا موقع کاری نکنن. چالی و زوی هم دارن کنار جنازه پدرشون گریه میکنن. حتی وقتی زن همسایه بغلی سعی میکنه اسلحه ماری رو بگیره، اون دماغشو میشکنه و سرش داد و بیداد میکنه تا سر جاش بتمرگه و بالاخره صدای آژیر پایان پاکسازی شنیده میشه. همسایه ها میرن بیرون و اعضای خانواده تو وحشت به جنازه هایی که جلوی درشون افتاده نگاه میکنن. صدای اخبار شنیده میشه که پاکسازی امسال موفق ترین مراسم میدونه و میگه بورس و سهام کلی رشد کرده. صدای مرد دیگه هم از اخبار پخش میشه که میگه من حالم از آمریکایی بودنم به هم میخوره چون بچه‌هامو توی این مراسم از دست دادم و فیلم به پایان میرسه. آقا فیلم پاکسازی همون پرچ خیلی خفنه. درست تخیلی همچین روزی اصلا واقعیت نداره ولی یه معنای مهم سیاسی رو داره به ما یاد میده. چیزی به اسم کنترل جمعیت. همون چیزی که توی خیلی از بحث‌های سیاسی راجعش صحبت میشه. سیستمی که جهان رو کنترل میکنه. میاد با هزار تا راه مثل شیوع بیماری‌های خیلی مصری یا عوامل مختلفی مثل فقر یا خیلی چیزهای دیگه دنیا رو کنترل میکنه که جمعیتش بیاد پایین، آمار بیکاری بیاد پایین، مصرف‌گرایی بیاد پایین، در عین حال سود اون بالا دستی‌ها بیشتر بشه. خیلی مهمه این به خاطر اینکه خیلی توی دنیا اتفاق میفته مثل شیوع ویروس تاون همین کرونا خودمون. بحث این نیست که مثلا من بیام بگم آقا ویروسش خودشون ساختن یا نه، حالا ساختن یا نساختن نمیشه اینو تایید کرد، ولی مهم اینه که میشد خیلی راحت‌تر جمعش کرد، میشد خیلی راحت‌تر واکسن‌ها رو به مردم داد که اینقدر جمعیت کم نشه، ولی چیزی بود که کسی نمیخواست. سیستم بالایی نمیخواست به خاطر اینکه برایش سود داشت، به خاطر اینکه یه درآمد خیلی زیاد از فروش واکسن‌ها به دست آورد، به خاطر اینکه خیلی از نیروهای جدید کار رو تونست وارد بازار بکنه در حالی که خیلی راحت تونست افراد سن بالاتر رو به گفته خودش حذف بکنه تا مصرفگراییشون از بین بره. خیلی این کار رو انجام میدن و این همون پرجه. پرج فقط این نیست که مردم به جون هم بیفتن، پرج اینه که به گفته خود سیستم خوب و بد تشخیص داده میشن و اونا تشخیص میدن که کی بمونه کی بره. و همینطوری که توی این فیلم ما نشون داده شد، مثلا سیاست مداری رنگ 4 به بالا، رنگ 10 به بالا، هیچ کس نمیتونست بکشترشون و هر روز جرم بود. یعنی اونا همیشه از هر گونه بلایی مسئولن در حالی که بقیه هر بلایی میتونه سرشون بیاد. ببخشید دیگه زیاد حرف زدم. فیلم پرچ خیلی خفنه. دو نسخه بعدیش حتما توی کانال میذارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.